اولا که خیلی خوش اومدین، تشریف آوردین، قدم روی چشمای سرباز ملت گذاشتین. عسلی رو که ملاحظه میکنید از چوب درخت آزاد درست شده و یک چوب بسیار محکم و سرسخت، درست مثل آزادی سرسخت. یعنی همه این یه تیکه، یک پارچه است، یک تنه درخت، یک تنه درخت. و این تنه درخت، اگر تمایل داشته باشیم براتون بگم، این تنه درخت این بالا تو این جنگلا 12 سال توی لجنا افتاده بود و موچه ها و حشرات و موش ها همه داخلش میلولیدن. من رفتم اونجا سوال کردم، دیدم گاوا از کنارش رد میشدن. سوال کردم از کسی که اونجا بود، گفتم این چوب مال کیه؟ او مال هیچکی. گفتم آخه کسی نمیخوادش؟ گفت نه، به درد هیچکی نمیخوره. چرا؟ چون ترک زیاد میخوره و به درد نجاری نمیخوره، و یکی هم این که خیلی سنگین و سنگینه و سرسخته، یعنی اره موتوریو که میندازن توش، اره موتوری یا پاره میشه یا سری کند میشه، برای همین به درد هیچ، نه به درد سوزوندن میخوره نه به درد نجاری کردن. اسمشو سوال کردم، گفتن درخت آزاد. یک ساعت تمام بالای سر این درخت آزاد وایستادم و به جسدش نگاه کردم. بعد دستمو دراز کردم، دست درخت آزادی رو گرفتم و از تو لجنا بلندش کردم و ازش عدالت رو ساختم. اسم این مجسمه هست عدالت اجرا می شود. داستان ملت بزرگ و شریف ایران، سبک هنر مفهومی یا به زبان لاتین سبک کانسپچوال. و اینجا من از شیر، شیر نمادی از شجاعت، دلاوری، عظمت و قدرت ملت بزرگ ایران، و در اینجا من یک اسب درست کردم که این اسب نمادی از نجابت ملت ایران، یک ملت شجاع و یک ملت نجیب ایران. و اینجا خود ملت ایران رو میبینید با زره هخامنشی و عضلات در هم تنیده و نیرومند، که اینجا عضلات نیرومند در واقع نمادی از قدرت تمدن و فرهنگ ملت ایران، و سمبول اون قدرت فرهنگی این منشور حقوق بشر کوروش بزرگه که میگه بردگی ممنوع و 2500 سال از آزادی نوع بشر گفت. افتخار جهان بشریت و سرمایه تمدن ملت عزیز ایران. اینجا من نقش برجسته ای از داریوش اول درست کردم، داریوش اول هخامنشی، و اینجا دعای داریوش اول رو در تخت جمشید به املای دقیق خط میخی من حکاکی کردم بر تنه سرسخت این درخت، که دعای این دعا یکی از معروفترین دعاهای تاریخ تمدنه، که میگه خدایا این سرزمین را از دروغ، دشمن و خشکسالی حفظ کن. اینجا ملت ایران رو میبینید عزیزان که زنجیر بردگی رو پاره کرده و نیزه نیرومند عدالت رو به دست گرفته و قلب اهریمن رو نشونه گرفته. در اینجا ملاحظه میکنید که چطور نیزه نیرومند عدالت دنده های استخونه اهریمن رو در هم شکسته و نیزه وارد قلب اهریمن شده. دو تا مار رو شونه های اهریمن گذاشتم، همونطور که ملاحظه میکنید یکی رو این شونه و یه مارم رو اون شونه گذاشتم، که یک سر این مار، یک سری که روی این شونه است اینجا می‌داریم و سر دیگه‌ش هم در اینجاست، که این بله اینجا سر دیگه این مار هست که روی شونه دیگه‌شه به معنای ضحاک ماردوش. و در اینجا من از کلاه شیوخ عربستان سعودی استفاده کردم برای سربند اهریمن. و اگر عزیزان به دست من نگاه بکنید، این دست منه، و نگاه بکنید که چطور میره داخل تنه درخت، و من از توی تنه درخت چی در میارم عزیزان؟ من یک موجود موذی و خطرناک از داخل تنه درخت در میارم، یک موش کوچیک چوبی، که این موش کوچیک چوبی در واقع افکار و اندیشه این اهریمنه، فکر این اهریمنه. به این میگن دشمن پنهان، دشمن بی صدا. سن این موش هزاران سال سن این موشه، هزاران ساله که داره از درون تار و پود یک ملت بزرگ و یک تمدن درخشان رو میجوه و نابود میکنه. دشمنی که مثل ویروس میمونه و داخل بدن سالم میاد و متلاشی میکنه. همونطور که ملاحظه میکنید تا اینجا هم پوسیدگی رو رسونده، ولی بالاخره ملت ایران با پاره کردن زنجیر بردگی و نابودی این اهریمن، فکر این اهریمن هم از بین میبره. یعنی اون امین حبیبی.
شده، با گل خورشید رو در رو شده.